everything was just spot on. And it seemed like everyone came out and either برای matched دوستان 10 نفر برتر روی استیج میان برای رقابت و اعلام فراخوان اول و دوم. Are you heartbroken at this point if you're getting called out this? If you're getting called out the first? They know it because they got second called out this morning, so they know they probably must not be the first one to win. It's no surprise. فراخوان دوم رو میبینید روی استیج. مایکل رو وسط استیج میذارن. توی جایگاه پنجم قرار میگیره مایکل. اریک براون و امانول با هم جابجا میکنن. فیگور قفسه سینه از بغل. جفت بازو از پشت. فیگور شکم و ران. مایکل و اریک خیلی خوب کنار هم قرار می گیرن. نفرات پنجم و ششم بین اریک براون و مایکل دی بول هست. بله، 4 نفر برتر رو روی استیج میارن. فراخوان اول، وستی ویسرز، ارس کالسنسکی، بریان انسلی و رامون دینو. رامون به مراتب بهتر از اهل مقدماتی اومده. رامون رو وسط استیج میذارن. رامون قهرمان سال گذشته ی این رقابت ها هست. فیگور جلو بازو، جفت بازو از روبرو. توی مرحله مقدماتی رقابت تنگاتنگی بین وسلی و رامون بود. جفت بازو از پشت. آرنولد رو میبینیم که داره سلفی میگیره همزمان با ورزشکارای کلاسیک فیزیک. این میتونه یکی از فیگورای برنده باشه. اگه وسلی ویسرز بتونه عضلات همسترینگ و باسن خودشو جوری نشون بده که از رامون سرتر باشه، میتونه قهرمان این مسابقه باشه. فیگور شکم و ران. فیگور مورد علاقه کلاسیکیشون رو میزنن. رامون خیلی خوب دیده میشه. دوستان 4 نفر برتر رو دارید میبینید توی دسته کلاسیک فیزیک، بخش فینال آرنولد کلاسیک 2024. بله، این رقابت بین رامون و وسلی هست. نفرات برتر، نفرات 1 و 2 به وسط استیج میان برای بخش پایانی رقابت خودشون توی مرحله فینال. به نظر شما کی قهرمان این رقابت میشه؟ توی کوشن باکس برای من بنویسید. هر دوی این ورزشکارا فوق‌العاده دیده میشن. هر دو تونستن به ماکسیموم پتانسیل خودشون برسن.
نظر شما رومون میتونه از عنوان سال گذشته خودش دفاع کنه؟ مسی از همیشه بهتر ظاهر شده. این میتونه یکی از اون فیگورای تعیین کننده باشه. به نظر میاد که رامون توی مرحله مقدماتی احساس خطر کرده و توی فینال بهتر اومده. فیگور شکنبران. رامون فوق‌العاده است. خیلی سخته بخواد رامون رو شکست بده وسلی. بله. به نظر من که رامون در رو میبنده روی وسلی و رامون میتونه قهرمان این رقابت شه. رامون نایب قهرمان مصر اولمپیاست و وسلی ویسرس توی جایگاه هفتم توی مصر اولمپیای سال گذشته قرار گرفت. دوستان این بود از فینال مسابقات آرنو کلاسیک دسته کلاسیک فیزیک. بله به پوز داون میرسن. هیجان انگیز ترین بخش مسابقه هر 10 نفر شرکت کننده بدنهای خودشون رو به نمایش میذارن. برای من بنویسید دوستان توی کوشن باکس به نظر شما قهرمان این رقابت کی خواهد بود؟ برایان فوق‌العاده ظاهر شد و بدن خیلی خوبی رو به نمایش گذاشت. میشه گفت که این پکیج برایان یکی از بهترین پکیج های اون بود. ولی از زمانی که برایان قهرمان مصر اولمپیا بود توی کلاسیک فیزیک معیارها عوض شده و استانداردها عوض شده. از نظر بدنسازی بخوایم حساب کنیم، برایان بهترین و کاملترین بدنساز این استیجه و به نظر من میتونه توی دسته 212 پوندیا قهرمان شه. دوستان 5 نفر برتر خودتون رو برای من توی کوشن باکس بنویسید. این لایو با دوستاتون به اشتراک بذارید تا دقایق دیگه شاهد مرحله مقدماتی دسته اوپن بدنسازی رقابت هادی چوپان و سمسون داودا خواهیم بود. این یه دستاورد خیلی بزرگ هست برای وسلی ویسرز. تونست از مقام هفتم مستر اولمپیا بیاد و برایان انسلی و ارس کالسنسکی که توی جایگاه سوم بود و شکست بده. البته ارس هم به خوبی همیشه نبود و یه مقدار آف به نظر میرسید و همچنین خسته. He knows he's in the lead and he's like, you guys are going to follow me over here. He's waiting. He's going to wait now if they come see, if they come over. رقابت مستر اولمپیای امسال دیدنی خواهد بود. باید ببینیم که وسلی ویسرز چقدر پیشرفت قراره بکنه تا اولمپیا و به کجا میتونه برسه. That last post office was exhausting. I didn't do a thing.